پروسسور دارین، توی نرم افزاری شرکت نرم افزاری بزرگ کار میکنید، یا اینکه رو حالا از سیستم های چیز خیلی میبینید نرخ خرابی بالا، یه مقداری به این مسئله شک کنید. به هر حال این بازار بازار خیلی خاصی و همه هیجان زده میخوان ازش استفاده کنن. من همه اینا رو گفتم، تازه رسیدیم به فصل اول که زنجیره بلوک و کاربردهای اونه. توی سرفصلی که من برای شما آپلود کردم، سیلابس 99 10 17 پارت 1، شما توی این کل این سرفصل ها رو میبینید و حتی تایم تیبلش رو میبینید، خیلی اطلاعات جانبی هم در اختیارتون قرار میده. من اینو نمیخوام بخونمش چون توی این کلاس با هم میخوایم بریم جلو. 21 تایتل داریم تو فصل اولی، به هر حال حجم قابل توجهی رو میبره که زمان میبره که ما این جمع جورش بکنیم، که امیدوارم تو این جلسه امروز جمع بشه. جلسه روز شنبه و جلسه روز یک شنبه هم بیشتر تو این حوزه این حالا چارچوب‌ها و مفاهیم هست و نکات این تیپی هم وسطش من خواهم گفت. برنامه‌ریزی بکنید که حتما تو کلاس بتونید حضور داشته باشین و سوالا رو از بپرسین و بتونیم پاسخ‌دهی انجام بشه. یه معادله‌ای وجود داره، 5 به اضافه 3 به اضافه 4 معادله سرمایه گذاری، 5 به اضافه 3 به اضافه 4 به اضافه 4 خب معلومه 16 میشه. آیا شما حسی از این دارین؟ خب این یه عدد با هم جمع شده و شده 16. این عکسی هم که این وسط میبینید وست آف ورد، اگر دیده باشن دوستان میخوام یه مقدار کمک بکنم. چیزی به نظرتون میاد این معادله میتونه چی باشه؟ شما بفرمایید. دوستان ببخشید، صدای من میاد یا قطع شدیم؟ آها داره یکی می نویسه، خدا رو شکر ترسیدم، فکر کردم 20 دقیقه است دارم خودم حرف میزنم هیچ خبری نشد. دوستان بفرمان. بله خب صدا هست، بسیار هم عالی. آقای امین حسین خان پرسیده بودن، این دوست پشتیبانمون آقای مهندس یوسفی زحمت کشیدن یه جور نوشتن که من بتونم بخونم. خرید در سایت های داخل با امنیت بالاتر یا سایت های مثل بایننس؟ امروز اصلا میخوام همینو بحث کنم بعد از اینکه شما حستون از این معادله به من بگید. از این معادله چی احساس میکنید؟ خانم جیواد، آقای شجاعی، آقای شعبانی، خانم سحر، آقای علی، خانم فاطمه، خانم فهیمه، آقا نوید، یه آقای نوید احمدی داریم، یه آقای رضوی نیا. نحوه تقسیم سرمایه، ترکیب‌های مطمئن میتونه جواب یکسان داشته باشه. خب خیلی خوبه، چیزای خیلی خوبیه. بله این حسیه ها، خیلی دنبال جواب صحیح نباشیم. بقیه دوستان هم شرکت بکنن ممنون میشن. میدونید این حالت چون کلاسی که وبیناریه همیشه باعث شده که یه فاصله وجود داشته باشه، استاد نمیتونه استاد که اسخایی میکنم، من مدرسم و معلم این کلاس هستم، نمیتونه اون از ظرفیت اکت خودش تو کلاس استفاده کنه، همیشه این مشکل وجود داره، آدم باید بره سراغ این ابزارهایی که حرکت فروش یکسان نیست. خب بسیار هم عالی از همکاری شما. بله بسیار عالی. ببینید شما 5 سال دارن آقای حقیقی، آقای نوید هم یاداش میکنن، بزنید دوستان هم یاداش بکنن، من نکته رو خدمتون عرض میکنم. همه تخم مرغ توی سبد نچینیم. خب من حالا به شما بگم، من هدفم از این معادله اینه، ما 5 سال دبستان درس خوندیم، 3 سال راهنمایی، 4 سال دبیرستان، تا اینجا 12 سال شده و خب همه دوستان 4 سال هم دانشگاه رفتن،
یا 2 سال دانشگاه رفتن، ما 16 سال از عمر با کیفیتمون رو که فرصت اینو داشتیم که چیزای خیلی خوبی یاد بگیریم گذاشتیم دبیرستان و دانشگاه و راهنمایی و دبستان درس خوندیم، ولی تو هیچ کدوم از این دوره‌ها درس سرمایه گذاری، شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری، ورود به بازارهای مالی رو ندادن به ما. حالا ما توی این دوره میخوایم 16 ساعت وقت بذاریم برای از ابتدای به دنیا اومدنمون تا به امروز که نکاتی رو یاد بگیریم. 16 ساعت میخوایم وقت بذاریم که ببینیم موضوع از چه قراره. خب این سیستم آموزشی ما هیچ کارش هم نمیتونیم بکنیم و نکته‌ای که وجود داره این اتفاق تو تمام دنیا داره میفته. تمام دنیا این مشکل رو دارن. پس فکر نکنیم این مشکل مثلا مباشرفر و این کلاسه. نه. جالب براتون بگم که یونسکو یه شعاری داره، میگه که اصلا یه تارگتی داره، میگه من اگر بتونم سواد مالی مردم رو، انسانهایی که در کره زمین زندگی میکنن، ببرم بالا، کمک کردم که اینها لایف استایلشون بره بالا و در این حال طول عمرشون بیشتر شه. به این خاطر به تمام دفاتر یونسکو در سراسر دنیا ابلاغ کرده که شما یه باشگاه سواد مالی بزنید، توی اون از آدم‌های استفاده کنید که امکان مثلا تشریح این چیزا رو دارن، شروع کنید پوش کردن تو سازمان‌ها توی کشورها. به غیر از داستانهای فرهنگی داره، یا احتمالا شنیدین که مثلا یونسف هم داریم دیگه که اون مربوط به مثلا کمک به کودکان و این چیزاست که حالا مثلا آفریقاش هم خیلی پررنگه. ببینید یه همچین تاپیکی در سراسر دنیا وجود داره و اهمیتش انقدر پررنگه که میگه من برای طول عمر آدمه میتونم یک زندگی با کیفیت ایجاد بکنم و طول عمرش هم افزایش بدم. از سال 1356 خورشیدی به بعد طول عمر زندگی مردم در دنیا که اون موقع مثلا مردان 40 سال بوده، خانم ها مثلا 40 چند سال بوده، اومده به نزدیک 70 سال رسیده. این اتفاقی که افتاده به خاطر ارتقای سطح بهداشت، سطح دانش، سطح درآمده و مجموعه عواملش تاثیرش اینجا گذاشته. یکی از فاکتورها اینه. اینو برای چی به شما میگم؟ اینی که واقعا ارزش داره که یه همچین کاری رو انجام بدین. شما روی خودتون دارین سرمایه گذاری میکنید و مطمئن باشین بهترین مسیر رو دارین. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم قیمت بیت کوین داره بالا پایین میشه. به اون دوستانی فکر کنین که بیت کوین رو زیر 100 دلار خریدن، 1000 دلار خریدن، الان چه پولی دارن. توی فصل 3 میخوام برم سراغ کیف پول اینا. توی کریپتوکارنسی و به صورت خاص بلاکچین شما میتونی تمام کیف پولا رو رصد کنی، ببینی موجودیشو، ولی نمیدونی مال کیه. میتونی حدس بزنی ولی نمیدونی مال کیه. و جالب این که از این طریق خانم جیواد میتونیم پورتفوی سرمایه گذاری اینا رو پیدا کنیم، ببینیم تو چه ICO هایی رفتن، چه توکن هایی خریدن، حداقل یه چراغ راهی باشه. اگر اون آدم که انقدر باهوشه و رسیده به همچین سرمایه، مثلا رفته روی توکن خاصی از این بازار به قول معروف مسگرا یه دونه رو انتخاب کرده، 10 تا رو انتخاب کرده، شاید مثلا یه چیز توش هست دیگه. حداقل منم یه قسمتی از سرمایه‌مو ببرم اون تو، شاید بردیم. بعد میدونید ICO چند صد برابره. حالا به اون نقطه که میرسیم ROI اینا رو من براتون میگم، فوق العاده عجیب و غریبه. زنجیره بلوک و DL چیه؟ زنجیره بلوک که همون بلاکچین میگن، به همین فارسی تحت و لفظی هم مینویسن بلاکچین، اما معادل فارسی دقیقش زنجیره بلوکه و ترکیبی از بلاک به نام بلوک به اضافه چین به نام زنجیره وجود داره. این واژه رو به مراتب شما میبینید و مورد استفاده قرار میگیره. همونطور که اینترنت در سال 1994 یه تحول بزرگ را در ارتباطات ایجاد کرد، بلاکچین همین اتفاق رو در سال 2008 رو حوزه مالی ایجاد کرد. دقت بکنیم امروز که داریم با هم صحبت میکنیم یه سری کوین و توکن های وجود داره که عملاً نوک پیکانشون
بازار مالیه. جلوتر با هم خواهیم دید یکی دو موردش هم میگم. من اون سوالی که دوستمون پرسیده بود در خصوص حالا صرافی داخلی خارجی هم براتون امروز حتما تشریح میکنم. دو سه تا نکته خیلی خطرناک داره که حواسمون بهش باشه. همه میدونن اسم ساتوشی ناکاموتو رو شنیدن. ناکاموتو یه اسم ساختگیه، معلوم نیست اسم فرد، اسم گروهه که بحث انتقال ارزش رو روی زنجیره بلوک اومده تشریح کرده و یک سال بعدش هم اومده بیت کوین رو به دنیا معرفی کرده. کلن این بلاکچینه، این زنجیره بلوکه، سامانه ثبت داده و گزارش اطلاع در میان همه اعضای شبکه است و همین خصوصیتش باعث شده که چون رو همه نودها توی شبکه، حالا توی شکل شماتیک جلو داریم خواهیم دید، اومده دیتای نقل و انتقالات رو گذاشته، به این راحتی کسی نمیتواند این دیتا رو مخدوش بکنه. شاید شما بارها مواجه شده باشین با مسائلی که مثلا این خیلی بابه توی کشور، مدارک دانشگاهی تقلبی، یا مثلا پرونده شما خیلی خودجوش در یکی از ادارات و سازمان‌ها گنگور میشه متاسفانه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این پرونده شده 4 تا کاغذ جوری یه نفره اشتباهی میده سطل آشغال، پارش میکنه میذارش تو خردکن، خردکن خردش میکنه از بینش میبره. نمیگم از عمد، میگم اشتباهی. اما اگر این بیاد رو پلتفرم بلاکچین چه اتفاقی میفته؟ مدارک دانشگاهی بیاد رو پلتفرم بلاکچین، دیگه کسی نمیتونه نه مدرکی ببره این لابه چپونه، کارت سربازی، معافی سربازی، یا پایان خدمت، این داستانه همه جوره داریم دیگه، با هم تعارف نداریم دیگه، این اتفاقات داره میفته، کسی هم منکرش نیست. و بلاکچین همچین کمکی رو میکنه. کشورهای دوست و همسایه، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عربستان سعودی، ترکیه، هندوستان، چین، اینا یه خود فاصله شون از همسایه بیشتر شد، به این نکات خیلی قشنگی در حوزه بلاکچین پرداختن که حتی یک سری مسائل و مشکلات جامعه رو دارن، خیلی مسائل مشکلات بولد جامعه رو دارن حل میکنن. تو کاربردها با هم خواهیم دید. دفتر کل توزیع شده یا دیستریبیوت لجر دفتریه که سوابق این تغییرات، مثلا من ایکس واحد پول رو به حساب یکی از دوستان این کلاس ریختم، به حساب مثلا آقای حامد ریختم، آقای حامد ریخته به حساب خانم سحر، خانم سحر به حساب خانم فاطمه و در نهایت به حساب آقای امیر حسین و همینطور چرخیده. تمام این سوابق رو نگهداری میکنن و از این تراکنش ها ماینر ها دارن پول میگیرن. الان هزینه انتقال توی شبکه بیت کوین رسیده به 12 دلار. قبلا خیلی پایین بود. چرا رفته بالا؟ اصلا اینا دقت بکنید که هزینه ترانزکشن ما توی سیستم بانکی، دوستان بانکی